سرخط مهمترین خبرها. سفر بلندپایه‌ترین مقام امنیتی پاکستان به کابل. مشاور امنیت ملی پاکستان هدف از سفرش را گفتگو درباره مسائل مختلف از جمله خط دیورند خواند. اینجا با مقامات امارات اسلامی افغانستان روی مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، تجارتی، اقتصادی، ترانزیتی و در کل روی گسترش و تحکیم روابط هر دو کشور صحبت و گفتگو میکنند. ادامه نگرانی ها از وخامت اوضاع بشری در افغانستان. سازمان جهانی غذا میگوید وضعیت بسیار ناگوار است. و انتقاد رئیس جمهور اوکراین از دامن زدن حمله نظامی مسکو بر کیف زلنسکی از کشورهای غربی خواست به مسئله جنگ علیه اوکراین دامن نزند. رهبران کشورهای با اعتبار جهان با اشاره میگویند فردا جنگ آغاز می شود. این وحشت عمومی است. سلام، شب بر شما بخیر. به این بسته خبری از تمدن خوش آمدید. موعید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد. او بعد از ظهر امروز با مقامات حکومتی از جمله عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیری نیز دیدار کرد. آقای یوسف هدف سفرش را گفتگو درباره تمدید حصارکشی در امتداد خط فرضی دیورند، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی و ادامه کمک های بشردوستانه خوانده بود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت نیز سفر موعید یوسف را تایید کرده و گفته که او در مورد موضوعات مختلف با مقامات حکومت افغانستان گفتگو خواهد کرد. سفر مشاور امنیت ملی پاکستان حدود 10 روز پیش به دلیل نامساعد بودن آب و هوا به تعویق افتاده بود. سفر یکی از بلندپایه‌ترین مقامات امنیتی پاکستان به کابل، موعید یوسف مشاور امنیت ملی. گفته می شود در کنار او چندین مقام ارشد پاکستانی نیز حضور دارند و قرار است بر روی مسائل مختلف بحث و گفتگو کنند. صبح امروز شنبه یک هیئت بلند رتبه دولت پاکستان به ریاست محترم موعید یوسف مشاور امنیت ملی آن کشور وارد کابل شده. آنها در اینجا با مقامات امارات اسلامی افغانستان روی مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، تجارتی، اقتصادی، ترانزیتی و در کل روی گسترش و تحکیم روابط هر دو کشور صحبت و گفتگو میکنند. با باور کارشناسان این سفر به دلیل حضور مشاور امنیتی ملی نشان از اهمیت بالای مسئله امنیتی در کنار سایر مسائل دارد. با این حال او به اینجا آمده تا مشکلات میان کابل و اسلام آباد را حل کند. محور اصلی سفر خود مسائل امنیتی است، بعد از مسائل دیگر، ولی یقینا همیشه هیئت‌های پاکستانی که آمده در افغانستان روی همه مسائلی که بین دو کشور وجود داشته گفتگو صورت گرفته است. با این حال رابطه کابل اسلام آباد همیشه در حال ازدحام بوده. در حکومت پیشین نیز اختلافات شدید میان دو طرف وجود داشت و هیچگاه این کشور آماده همکاری جدی نبود. اما هیئت همراه آقای یوسف در کنار مسائل سیاسی امنیتی قرار است برای مسائل اقتصادی و کمک‌های بشردوستانه نیز بحث و تبادل نظر کنند. موضوعی که کارشناسان می‌گویند می‌تواند مثبت باشد. با یک توافقاتی که بتانه تضمین کننده گستردگی روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور باشه یک امر مثبت است، اما مشروط به این که پاکستان مانند گذشته بعد از این که توافقات را با افغانستان انجام میده و امضا میکنه دوباره به دلایل مختلف از اجرای توافقات باز ممنوعیت ایجاد نکنه. مسئله دیگری که میتواند پای مشاور امنیتی ملی پاکستان را به کابل باز کرده باشد مشخص نبودن رابطه همکاری میان افغانستان و هند است. هند علاقمند به ادامه همکاری با کابل است و وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که ارسال کمک های بشری به نیازمندان در افغانستان را ادامه میدهد.
و باز چگونگی رابطه افغانستان با این هنوز خیلی روشن نیست. هنوز این علاقمند به اینه که همکاری های بشردوستانه خود را با دولت جدید افغانستان ادامه بدهد، ولی پاکستان تا حالا در این زمینه همکاری نداشته. با این حال باید دید که این دیدار چگونه خاتمه پیدا می کند و چه دستاوردهایی برای مردم خواهد داشت. در پی نشر خبرها مبنی بر آزادسازی بند کمال خان به سوی ایران، مسئله کنترل آبهای افغانستان یک بار دیگر خبرساز شد. مسئولان حکومت میگویند که تلاششان برای کنترل آبهای افغانستان است و با کشورهایی که انتقاد دارند افغانستان حقابه آنها را پرداخت نمی کند آماده مذاکره است. همزمان با این کارشناسان اقتصادی نیز میگویند حکومت باید مکانیزم را به وجود بیاورد که در آن آبهای کشور کنترل و یا هم در برابر پل و دیگر اقلام مورد ضرورت افغانستان تبادله شود. بارندگی های اخیر و پر شدن سد کمال خان، ویدیوهای هم نشان از آزادسازی آب این بند به سوی ایران دارد. آزاد کردن آب بند کمال خان از طرف حکومت فعلی افغانستان به سمت ایران بود که امو حسن نیت دو طرف یا امو رابطه بر مبنای صداقت دو طرف را میرساند. اما بعدها این خبر تکذیب شد و ویدیوهای از آن سوی مرز نشان از اعتراض ایرانی ها و دریافت نکردن حقابه رود هرمن داشت. در دو روز گذشته هم ویدیوهای منتشر شد که معترضان را در حال سنگ انداختن و سمت موترهای افغانستان نشان میداد. دولت ایران در پی این اعتراض ها به معترضین هشدار داد و گفت موضوع حقابه از مسیر مذاکره و گفتگو با مسئولان افغانستان در حال حل شدن است. در داخل افغانستان نیز مقام های حکومت می گویند آماده مذاکره برای حل این مسئله هستند. موافقنامه سابقه که در بین ایران و افغانستان وجود دارد همه پابرجه است و بخاطر جلوگیری از حوادث کوچکی که در نزدیکی نقاط صفری رخ می‌دهد با تفاهم هر دو طرف در صدد حل شدن هستیم و متبقی ما معضله پیچیده و جنجالی با کشور ایران در یک سطح تعاونوز نداریم. ایران و افغانستان برای استفاده از آب هرمن در سال 1972 معاهده امضا کرده که بر اساس آن سالانه حدود 850 میلیون متر مکعب آب از آب هرمن به ایران تعلق دارد. اما ایران از میزان آبی که وارد این کشور می شود راضی نیست. از سوی هم بر اساس گزارش ها افغانستان هر سال در حدود 57 میلیارد متر مکعب آبدهی دارد. ایران، ازبکستان، پاکستان و ترکمنستان نیز کشورهایی هستند که آبهای افغانستان به این کشورها می ریزد. امارات اسلامی بخاطر اینکه منابع زیادی در کشور خود داره آب هم یک منبع خوب است در کشور ما. باز آب شیرین داریم. پس بدون شک از منابع مختلف از کارکردهای مختلف استفاده می کنیم تا کشور ما خودکفا باشه از هر ناحیه‌ای. با این حساب و بر اساس گزارش وزارت انرژی و آب حدود 70% از آبهای افغانستان هم از سال هدر می رود. مسئله که آگاهان تاکید دارند حکومت باید میکانیزمی را برای مهار آبها و یا هم حق الامتیاز از کشورها در بدل آب بگیرد. مدیریت منابع آبی می تواند که در قسمت تولید انرژی در افغانستان را حداقل بی نیاز از انرژی وارداتی نماید و صرفه جویی بکند در قسمت پرداخت های ارزی و ارزی خارجی خودش. با این همه افغانستان که خود با چنین منابعی از آب روبروست، اما سالهاست که مردم افغانستان نه تنها در بخش زراعت بلکه در بخش تولید برق نیز نتوانسته است از این آبها برای خود کفایی استفاده کند.
برای کارآمدن حکومت تازه در کابل و سقوط نظام پیشین، نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای بیرونی با مشکلات مختلف روبرو شدند. از بلا تکلیفی در انجام وظایفشان گرفته تا محدودیت های ایجاد شده از جانب کشور میزبان. اما اینکه این نمایندگی ها با توجه به شرایط موجود چگونه و با چه صلاحیت های به وظایفشان ادامه می دهند، همکارم جواد خطیبی در این گزارش با آن پرداخته. نظام جمهوری اسلامی پس از 20 سال در افغانستان فرو پاشید و حاکمان تازه زمام امور کشور را در دست گرفتند. اما پس از گذشت بیش از 5 ماه هنوز جهان حکومت جدید افغانستان را به رسمیت نشناخته و به صورت رسمی وارد روابط دیپلماتیک با کابل نشدند. حالا این سوال مطرح می شود که نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج از کشور بر اساس چه مکانیزم و قانونی به کارشان ادامه می دهند؟ آیا کابل بر آنها کنترل دارد؟ وزارت امور خارجه امارت اسلامی با پرسنل سفارتخانه ها در کشورها در تماس است، ولی به گونه مشخص و رسمی کدام سفیر ما در کدام کشور نداریم. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ شماری از آگاهان حقوقی و دیپلمات‌های پیشین کشور رفتیم. آنها در این مورد دیدگاه‌های مختلفی دارند. آگاهان میگویند بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی نمایندگی‌های سیاسی افغانستان تا روشن شدن تکلیف حکومت تازه و رسمیت آنها در نظام بین‌الملل می‌توانند به عنوان مأموران مردم افغانستان و برای دفاع از منافع اولیای کشور به کارشان ادامه دهند، بدون اینکه به نظام قبلی یا کنونی پاسخگو باشند. اما شماری از دیپلمات‌های پیشین نظر دیگری دارند. اما اگر هیچ کشوری چه در سطح منطقه چه در سطح بین‌المللی حاضر نشه حکومت جدید کابل به رسمیت بشناسه، پس بنابراین بر اساس قاعده پیروی از سید اونا میتونن به فعالیت خود ادامه بدن بدون اینکه ما دچار یک تعارض در قسمت شیم. در شرایطی شده در تمام کشورها که رژیمی که از بین بره نه که ما دیگه از رژیم سابق کنند و یا از آن پیروی کنند، باطل که رژیم از بین رفته و اعتماد ما را از رژیم سابق گرفته، بنام مجبور هستند از حکومت جدید مطابق ترماسینی بیانا و شکاکوی رابط دیپلماتیک و سندامه خدمات دیپلماتیک و پرسنل دیپلماتیک، اینا مجبور هستند از حکومت جدید پیروی کنند. با تازگی گزارش هایی از شماری از نمایندگی های سیاسی افغانستان رسانه ای شده بود که نشان از مشکلات این سفارتخانه ها در کشورهای میزبان داشت. از مسدود شدن حساب های بانکی کارمندان این سفارتخانه ها گرفته تا لغو مسئولیت های دیپلماتیکشان. سرپرست وزارت دفاع در سفر به شمال کشور میگوید کسانی که در پی تجزیه افغانستان هستند با آنها به دید دشمن برخورد می شود. مولوی محمد یعقوب مجاهد میگوید حفاظت و پاسداری از نظام فعلی یک اصل است و به هیچ کس اجازه دادن نمی شود تا نظام فعلی را تضعیف کند. در این حال قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش میگوید نباید به اخلالگران فرصت داده شود که در صفوف نیروهای امنیتی اخلال ایجاد کنند. سفر بلند پایترین مقام های امنیتی به شمال کشور. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش می گویند نظام فعلی ثمره 20 سال مبارزه با اشغالگران است و به هیچ کسی اجازه داده نمی شود که نظام فعلی را تضعیف کند. هیچ دشمن تا به موقع نور کو چاغه خدای نه کده مرتش نظام را کمزوری کی او یو یو ځای مشکلات ایجاد کی. هر څوک چې ویچ په هر نامو نگذارید کی اخلالگرا دشمنای وطن دشمنای اسلام در صفوف شما جای بگیرد، با تبلیغات زهراگین و سوقشان صفوف شما را بشکناند. سرپرست وزارت دفاع همچنین به کسان هشدار داد که قصد تجزیه افغانستان را دارند. ملا یعقوب مجاهد میگوید با چنین افرادی به مثابه دشمن برخورد می شود و با آنها مقابله خواهد شد. ده هیواد ده تجزیه غشتنه کول او یای ده هیواد ده تجزیه ده پار کوشش کوه اگه که ده هر ولایت او هر سمت او هر جیبی بی اغزمش دشمن دی اغزمش ده هیواد دشمن دی. پا
پس از حاکمیت تازه در کشور، این اولین باری است که ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، برای بررسی وضعیت امنیتی به شمال کشور سفر می کند. رئیس برنامه جهانی غذا هشدار داده که وضعیت در افغانستان بسیار ناگوار است. دیوید بیسلی میگوید قحطی و گرسنگی بیش از نیم جمعیت افغانستان را تهدید میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت اما میگوید آینده روشنی در راه است و افغانستان از رهگذار اقتصاد، معارف و سایر بخش‌ها به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای می‌رسد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که اخیراً گزارش‌های پخش شده که در برخی مناطق کشور نیازمندان اعضای بدنشان را به خاطر فقر اقتصادی به فروش رسانده است. با گذشت هر روز وضعیت بشری در افغانستان وخیم‌تر از قبل می‌شود. به تازگی گزارش هایی از سوی رسانه ها پخش شده که در برخی مناطق افغانستان نیازمندان برای تأمین نفقه خانواده هایشان مجبور به فروش اعضای بدنشان شدند. با این حال از یک سو مسدود بودن دارایی های افغانستان از سوی آمریکا و از سوی دیگر نرسیدن کمک های بشری به نیازمندان وضعیت را در این کشور دشوارتر از قبل ساخته. کمیته نجات بین المللی میگوید اگر غرب به افغانستان توجه نکند لکه ننگینی بر شهرت خود خواهد گذاشت. غرب در صورت عدم پرداخت بودجه به افغانستان خطر لکه غیر قابل تحمل بر شهرت خود خواهد داشت. وضعیت در افغانستان قابل تنظیم است و راههایی برای کمک به غیر نظامیان افغان بدون تسلیم پول غرب به طالبان وجود دارد. در همین حال نماینده ویژه پیشین بریتانیا برای افغانستان گفته در فقر و انزوا نگه داشتن افغانستان به سود هیچ کسی نیست و تنها گذاشتن مردم افغانستان در کنار عواقب بشری پیامدهای امنیتی نیز خواهد داشت. مشکل این است که چگونه اقتصاد را فعال نگه داشت، چگونه پول در اقتصاد دوران پیدا کند. اگر این مشکل حل نشود وضعیت از بد بدتر خواهد شد. برعکس تمام این نگرانی ها جانب حکومت اما میگوید آینده روشنی در انتظار افغانستان است و این کشور شاهد پیشرفت در تمامی عرصه ها به ویژه اقتصاد، معارف و زیربنا خواهد بود. به اقتصادی پلو با انشالله راتون که افغانستان دیر و خوب فرصتون و خواهند مگ با انشالله دیر که سرمایه‌گذاری ولرو افغانستان دی اقتصادی ودی و رفال و پاربه خب پروگرامونه تر لاس لاندې وی لوی پروژه به شروع سی د افغانستان زربناو به استخراج سی امدار د افغانستان د پاره به یو قوي اقتصاد پلان طرح ریزی روانه. با این همه معلوم نیست که این گفته ها چه زمانی در عمل پیاده خواهد شد و افغانستان متکی به کمک های خارجی آیا به خود کفایی خواهد رسید؟ در ادامه میبینید. نزدیک شدن طرف‌های برجام به توافق دائمی، منابع می‌گویند مذاکره کنندگان برای مشورت به پایتخت‌هایشان برگشتند. و انتقاد رئیس جمهور اوکراین از دامن زدن حمله نظامی مسکو بر کیف، زلنسکی از کشورهای غربی خواست به مسئله جنگ علیه اوکراین دامن نزنند. رهبران کشورهای با اعتبار جهان با اشاره می گویند فردا جنگ آغاز می شود. این وحشت عمومی است. رسانه های هندی امروز اعلام کردند که دهلی نو و اسلام آباد پس از ماها بحث و گفتگو بر سر انتقال گندم از طریق خاک پاکستان به توافق رسیدند. بر اساس گزارش رسانه های هندی، پاکستان در نخست خواهان انتقال این محموله توسط موترهای سازمان ملل متحد بود، اما سرانجام دو طرف توافق کردند که این گندم توسط موترهای افغانستان حمل شود. قرار است نخستین محموله گندم کمکی هند اواسط هفته جاری به افغانستان انتقال یابد. وزارت خارجه هند گفته دهلی نو متحد به ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان از جمله مواد غذایی، واکسن کووید 19 و داروهای ضروری است.
شرکت های تولید و صادرکننده قالین میگویند صادرات رسمی قالین افغانستان در سال جاری حدود 80% کاهش یافته است. به گفته آنان نبود دهلیز هوایی یکی از چالش های اساسی فراروی صنعت قالین در کشور است. در این حال برخی از فروشندگان قالین میگویند قالین هایی که به پاکستان قاچاق می شود به نام قالین پاکستانی وارد بازارهای جهانی می شود. همزمان با کاهش صادرات رسمی قالین اما میزان بافندگی آن در میان شهروندان کشور افزایش یافته است. رجب علی با چنگک و تار به جنگ روزگار رفته. میگوید پس از تعطیلی کلینیک حیوانیش در ماهای پسین به قالین بافی روی آورده است تا از این طریق بتواند نفقه اعضای خانواده را تهیه کند. او تنها فردی نیست که با خانواده‌اش قالین بافی می‌کند. صدها و شاید هم هزاران تن از مردانی که پیش از سقوط حکومت در بیرون از خانه کار می‌کردند، حالا با او هم سرنوشت باشند. حالا فعلا از خاطر از اینکه کلینیکا بسته یا به خاطر از این امرار معاش که یک وقت نشه که کمبودات اقتصاد شویم، ما رو آوردند قالین بافی. به خاطر از اینکه یک 4 متر حالا از فرض مثال 2200 روپیه. 2200 روپیه 4800 روپیه 4800 روپیه که معاش یا فرمسال چیز میه، اما فقط به خاطر از این که خونمون باز غنیمتر از اینه که هیچ نباشه بهتره. با رکود بازار کار در ماهای پسین بخش بزرگی از مردم افغانستان به بافندگی قالین روی آوردند، اما قالین افغانستان در این روزها بازار چندانی ندارد. با این حال شرکت‌های تولید کننده قالین هم می‌گویند در ماه‌های پسین بافندگی قالین در کشور افزایش یافته است. قالین دست‌باف افغانی که روزگاری در بازارهای جهانی شهرت بود، حالا از آن شهرت خبری نیست. صادرات رسمی وجود ندارد و قالین‌هایی هم که به پاکستان قاچاق می‌شود، در آنجا پروسس شده و به نام محصول پاکستانی وارد بازارهای جهانی می‌شود، نه افغانستانی. دلیلش این هستن که رای قانونیش وطن برش مهیا نکرده به شکل قاچاق در پاکستان میره، پاکستان به نام خود تاپه میزنه روان میکنه، یه افتخار افغانی رو برای خود میگیره. ما صرف در حساب سکتور قالین در حساب صرف بافت اگر بگویم ما 50% 50 در 50 هستیم، یعنی مساوی هستیم، ولیکن در حساب صادرات قالین که هست ما 20% اگر داشته باشیم صادرات بیشتر نداریم چون تقاضا نیست. بر اساس آمارها در سالهای گذشته میزان تولیدات قالین در کشور به بیش از 2 میلیون متر مربع می رسید که بخش از این رقم در داخل افغانستان پروسس و از طریق دهلیز هوایی وارد بازار جهانی می شد. به گفته مسئولان اتحادیه قالین در جریان سال جاری و با مسدود شدن دهلیز هوایی صادرات قالین افغانستان حدود 80% کاهش یافته است. به گفته آنان در حال حاضر تنها پرواز از کابل به دبی وجود دارد که به دلیل هزینه بالا برای صادر کنندگان قالین کمر شکن است. سابق می رفت بدون دهلیز $3 می رفت هر کیلو یا 4 کیلو. حال فعلا $15 است یک کیلو. خیلی قیمت بالاست. دیگه واقعا صادرات رسمی خیلی زیاد کاهش یافته. اگر حساب کنیم که ما سابق یک تقریبا 20% تمام صادرات رسمی ما از جمع صادرات قالین بود، اما اگر بسنجی ممکن است که ما 80% کاهش یافته باشه. وزارت صنعت و تجارت در روزهای نخست حکومت جدید وعده همکاری و رسیدن به خودکفایی در صنعت قالین را به شرکت های تولیدی داده بود، اما این وعده ها هنوز جامعه عمل نپوشیده است. از میلاد با سعادت دخت پیامبر بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها طی مراسم در ولایت بامیان گرامی داشت شد. در این مراسم که روز گذشته برگزار شد سخنرانان زندگی نامه و سجایای اخلاقی آن بانوی بزرگ جهان اسلام را به معرفی گرفته و بر الگوگیری از ابعاد زندگی آن حضرت توسط بانوان امروزی تأکید کردند. تجلیل از میلاد صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در اینجا دره دکانی بامیان.
مراسمی که با حضور پرشور نمازگزاران برگزار شده است. در این مراسم گفته شد همان طوری که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در میان مسلمانان محور اخوت است، دخترش نیز از چنین جایگاهی برخوردار می باشد و مسلمانان هم شیعه و سنی باید در کنار هم ذات روز حضرت زهرا سلام الله علیها را تجلیل کنند. بنابراین در این روز من میخوام این بگم که در این روز وجود مبارک فاطمه زهرا این سبب ملاک و محور و یک متکای است برای وحدت اسلامی. در بخش دیگر این مراسم از سجایای اخلاقی و حضور حضرت زهرا سلام الله علیها در اجتماع سخن گفته شد و بر پیروی از سیره عملی آن حضرت توسط بانوان تاکید گردید. بشناسیم که زهرا چه شخصیتی است، چه فضیلت دارد، چه مقام و مرتبه دارد و با شناخت از شخصیت زهرا زیبنده است که بیاییم از ولادتش تجلیل کنیم. چرا همه امت را تشویق نکنیم که بیاید مثلا از بیبی عایشه و از بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیه ما در اینجا حرف بزنند، سخن بگن، زنان ما بیا از اینا الگو بردارن، الگوگیری بکنن، مسئله ازدواج اینا مطرح، مسئله فرزندداری اینا مطرح، مسئله شوهرداری اینا مطرح، مسئله اجتماعی اینا در بیرون مطرح. در این مراسم همچنین گفته شد تجلیل از میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها تنها راه معرفی سیره و منش آن حضرت در میان جامعه اسلامی است و مؤمنین باید برای ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه تلاش کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای غربی خواست که از دامن زدن جنگ در اوکراین خودداری کند. او گفته هشدارهای کشورهای غربی از حمله قریب الوقوع روسیه بر اوکراین اقتصاد این کشور را آسیب می‌زند. زلنسکی میگوید از این که رهبران کشورهای غربی همواره میگویند جنگ آغاز می‌شود، این یک وحشت عمومی را در اوکراین خلق کرده است. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته که روسیه در ماه آینده میلادی به اوکراین حمله می‌کند. ماها پیش مقام‌های اوکراین از حمله احتمالی نظامی مسکو بر کیف خبر دادند و برای دفع این تهدیدها به غربی‌ها پناه بردند. اما حالا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور تبلیغات درگیری روسیه با اوکراین را برای اقتصاد کشورش زیانبار خوانده است. او از کشورهای غربی خواست از دامن زدن به هراس از جنگ در اوکراین خودداری کنند، زیرا به گفته او این هشدارها باعث وحشت عمومی در اوکراین شده است. رهبران کشورهای با اعتبار جهان با اشاره می گویند فردا جنگ آغاز می شود. این وحشت عمومی است. چقدر برای کشور ما هزینه خواهد داشت؟ بی‌ثباتی فعلی در داخل کشور در حال حاضر بزرگترین تهدید در برابر اوکراین است. این در حالی است که رهبران کشورهای غربی به شمول آمریکا، ناتو و کشورهای اروپایی هموار از حمله احتمالی روسیه بر اوکراین سخن گفتند، تا جایی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است که به باور او روسیه در ماه فوریه بر کیف حمله می کند. بایدن از فرستادن شماری از سربازانش به شرق اروپا نیز خبر داد، اما نگفت این سربازان در کجا مستقر خواهد شد. پنتاگون اما می گوید هیچ نیرویی به اوکراین فرستادن نخواهد شد. رئیس جمهور جو بایدن به صراحت اعلام کرده که قصد ندارد هیچ نیروی به اوکراین برای شرکت در عملیات‌های نظامی در این کشور بفرستد. با این حال به نظر می‌رسد تلاش‌های غربی‌ها برای روشن کردن آتش جنگ در اوکراین به ناکامی انجامیده است، زیرا به گفته رئیس جمهور اوکراین تهدید فوری از سوی روسیه احساس نمی‌شود. مسکو همواره ادعاهای کشورهای غربی مبنی بر حمله نظامی بر اوکراین را رد کرده و در مقابل خواهان تضمین‌های امنیتی از سوی این کشورهاست. روسیه با اوکراین وارد جنگ نمی شود، اما به غرب هم این اجازه را نمی دهد که منافع امنیتی روسیه را پایمال کند.
این در حالی است که هنوز حدود 100 هزار نیروی نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین حضور دارند و کشورهای غربی از مسکو خواستند که نیروهایش را عقب بکشاند. رسانه‌های ایرانی به نقل از منابع از توقف موقت مذاکرات وین برای احیای برجام خبر داده است. هدف از توقف موقت مشوره طرف‌های مذاکره کننده با پایتخت‌هایشان گفته شده است. اندریک مورا هماهنگ کننده مذاکرات وین نیز با تایید این خبر گفته دور هشتم مذاکرات برای احیای برجام را از طولانی‌ترین مذاکرات یاد کرده و افزوده که طرف‌ها پس از مشورت با پایتخت‌هایشان برای اتخاذ تصامیم سیاسی به وین باز می‌گردند. منابع آگاه از جریان مذاکرات وین گفتند که با برگشت هیئت‌ها به وین احتمال سرعت گرفتن مذاکرات وجود دارد. قرار است هیئت ایرانی برای گفتگو با مقام‌های کره جنوبی به هدف آزاد کردن پل‌های بلوکه شده ایران به کره جنوبی سفر کند. خبرگزاری دولتی کره جنوبی گزارش داده که قرار است این مذاکرات در ماه آینده در پایتخت این کشور آغاز شود. منابع آگاه با این خبرگزاری گفته که گروه کاری دو طرف بر سر چگونگی آزادی این پل‌ها پس از رفع تحریم‌های آمریکا بر ایران رایزنی می‌کند. در حال حاضر بیش از 7 میلیارد دلار پول ایران در دو بانک کره جنوبی به دلیل تحریم‌ها مسدود است. و حالا پیش‌بینی وضعیت آب و هوا. کابل آفتابی 9 منفی 6، بامیان نیمه ابری 0 منفی 13، جلال آباد آفتابی 19.4، غزنی آفتابی 5 منفی 11، قندهار آفتابی 18.3، قندوز نیمه ابری 11.4، لشکرگاه آفتابی 19.4، مزار شریف بارانی 10.3، نیلی نیمه ابری 6 منفی 10، هرات نیمه ابری با احتمال بارندگی 11.0، اسلام آباد آفتابی 19.6، تهران آفتابی 9.1، دبی آفتابی 22.19، دهلی آفتابی 21.8 و سرانجام مکه نیمه ابری 27.20. و در آخر مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. سفر بلند پایه‌ترین مقام امنیتی پاکستان به کابل، مشاور امنیتی ملی پاکستان هدف سفرش را گفتگو درباره مسائل مختلف از جمله خط دیورند خواند. آنها در اینجا با مقامات امارات اسلامی افغانستان روی مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، تجارتی، اقتصادی، ترانزیتی و در کل روی گسترش و تحکیم روابط هر دو کشور صحبت و گفتگو می‌کنند. ادامه نگرانی ها از وخامت اوضاع بشری در افغانستان. سازمان جهانی غذا می‌گوید وضعیت بسیار ناگوار است. و انتقاد رئیس جمهور اوکراین از دامن زدن حمله نظامی مسکو بر کیف. زلنسکی از کشورهای غربی خواست به مسئله جنگ علیه اوکراین دامن نزند. رهبران کشورهای با اعتبار جهان با اشاره می گویند فردا جنگ آغاز می شود. این وحشت عمومی است. بیننده های عزیز، این سرویس خبری امشب بود که تقدیم حضور شما گردید. شبتان بخیر. خداوند نگهدار.